اونم که همه میدونن که مبارزات مقاومت ایران دنباله رزم ملت ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی هستش و 100 سال پیش شروع شده و انشالله به خاتمه خواهد یافت. مخصوصا مقاومت ایران از نهضت ملی ایران چیز گرفته، سرچشمه گرفته و به این مقام رسیده. ما در زمان مرحوم دکتر مصدق ما میدیدیم که دولت فخیمه تشبثات زیادی بر علیه دولت ملی دکتر مصدق میکرد و عوامل استعمار که دربار اون موقع بود میخواست به سر کار بیاره که به آخرش هم موفق شد. در حال حاضر هم همین موضوع رو ما میبینیم که دولت انگلستان از یک دولت پشتیبانی میکنه که امکان این داره که این دولت خودش عامل استعمار هست، یعنی خلاف مصلحت ملت ایران هستش و منافع کشورهای استعماری رو تامین میکنه. این موضوع رو من خواستم بگم. خیلی متشکرم. قربان شما اکبر عزیز، خیلی خیلی ممنونیم که در برنامه ما شرکت کردید و تماس گرفتید. تماس بعدی از انگلستان هست. سلام دارم حضورتون، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام خدمت شما، بفرمایید. با عرض تبریک به همه برادران و خواهران مجاهد که در این عرصه بین‌المللی مجدداً و مثل جریان دادگاه بین‌المللی اروپا پوز رژیم به خاک مالیدن و انگلستان خصوصاً که خیلی ساپورتر رژیم بود و متأسفانه ما که اینجا زندگی می‌کنیم می‌بینیم که اینها واقعاً به جای اینکه از مقاومت حمایت کنند این همه اینجا پناهنده، این همه اینجا انسان دردمند داریم میریم میایم میبینن اوضاع ما ایرانی ها رو، در حالی که روی دریایی از رفت نشستیم، ما مجبوریم به خاطر مسائل امنیتیمون، به خاطر مسائل خانوادهمون اینجا پناهنده شدیم تو این کشور و اینها به جای اینکه توجه کنند واقعا به مسئله حقوق بشر که خودشون مدعی اون هستند و دو تا دادگاه به بیگناهی مجاهدین در مسئله تروریست بودن رأی داده و اینها که به قول برادر گرامی دکتر زاهدی که انگلستان پایگاه معمولاً این مسائل به اصطلاح حقوق بشری این مسائل بوده هیچ اهمیت به این نمیدن و همینجور که اینها اشاره کردن برادرانمون و اینها در دادگاه واقعاً هیچ دلیل و مدرکی نداشتن و این کلمه احمقانه واقعا زیبنده است برای اینها و تبریک بگیم به برادران و خواهران که دفاع کردن از حق مقاومت ایران و امیدوارم که همیشه موفق باشیم. من واقعا بغض در گلوم اصلا الان نزدیک به دو ساعت نشستم پای تلویزیون، الان هول شدم که تونستم بگیرم و خسته نباشید به همتون بگم، خسته نباشید به اشرفی های عزیز بگم و تبریک بگم به همه و یاد کنم از زندانیانی که در 209 الان هستن، دانشجویانمون هستن و خیلی از زندانیامون هستن، یادی هم از اونا کرده باشیم و این پیروزی رو تبریک میگم به همه. موفق باشید. میخوام قطع کنم و وقت دیگران رو نگیرم که مثل من دو ساعت پشت خط نیستن. موفق باشید. درود بر همه شما. قربان شما، خیلی ممنون از تماستون. سلام می‌کنم حضور هموطنی که از آلمان پای خط هستید، خواهش می‌کنم بفرمایید. الو با من هستید؟ بله بله بفرمایید. سلام عرض می‌کنم جناب آقای رفیعی خدمتتون و همچنان سلام عرض می‌کنم خدمت همه شرکت کنندگان محترم در این برنامه، سرکار خانم دولت نوروزی، جناب آقای صنایعی و همینطور برادر توحیدی. من تبریک میگم این پیروزی بزرگی رو به مقاومت ایران. بالاخره بعد از 6 الی 7 سال تلاش های پیگیرانه برجسته ترین وکلای مدافع و تلاش های پیگیرانه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت، خورشید حقیقت مقاومت ملت ایران از پس ابرها
پدیدار گشت. این پیروزی بسیار بزرگ بود، هم از جهت حقوقی و هم از جهت اذعان بر حقیقت مقاومت ملت ایران. جای اون داره که از تمام کسانی که در این سالها زحمت کشیدن قدردانی و تشکر بشه. من خودم به شخصه وقتی که این خبر رو شنیدم واقعا از شادی در پوست خودم نمی گنجیدم، واقعا نمی دونستم که چه کار کنم، فقط دلم میخواست که فریاد بکشم. حکمی که از طرف این کمیسیون بررسی سازمان‌های ممنوعه کشور انگلیس صادر شد، حکمی بودش که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستش از نظر حقوقی، همینطور که جناب صنایعی فرمودن، طرف‌ها اصحاب دعوا ویژه بودن. یک طرفش دولت انگلیس بود که با حمایت رژیم آخوندی این مسئله رو به ما تحمیل کردن و یک طرفش هم سازمان بود، مقاومت یک ملت بود و اون نمایندگان مجلس اعیان و عوام، و ضمن اینکه موضوعش هم موضوع خاص بود. ببخشید خیلی معذرت میخوام صحبتتون دادگاه و یک منجای قضایی زمانی که معذرت میخوام صحبتتون رو قطع میکنم به دلیل اینکه ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، خواهش میکنم که اگر نکته‌ای در ارتباط با محتوای موضوع، محتوای حکم و دادگاه دارید، خواهش میکنم که خیلی خیلی خلاصه بفرمایید در حد زیر یک دقیقه. اگر نکته دیگه میمونه لطفاً بگذارید برای برنامه‌های بعد.